سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دهه فجر و روز نیرو هوایی و سال 91، روز شما رو به شما تبریک میگیم و یاد اون روزی که هما فرا آمدن خیابون ایران خدمت امام، برقش دل ده ها میلیون آدم رو خوشحال کرد. خدا انشالله خوشحالتون کنه، چون این آغاز ورود ارتش به بدنه امت از طریق نیروی هوایی افتخاری بود داره شما. خودتون میدونید بعد از انقلاب چی شده. من هم یک یادداشتی دارم که دهه فجر چه خدماتی به ما کرد. قبل از این بابات بگم، کسی نگه آقای غلطی تو خدماتو میگی، مشکلاتم میگی، خبر از گرونی داری، خبر از نمیدونم کجا داری کجا داری کجا داری کجا داری. بحث من این نیست که نمرمو بیسته، ضعف ها هست، نقص ها هست، بی تدبیری ها هست، گرونی ها هست، کارهای خلاف هم تو مملکت هست. اما ما باید، میگن عاقل این نیست که ببینیم حساب و کتاب کنیم. خدا رحمت کند شهید مظلوم دکتر بهشتی رو، میگفت در کره زمین دنبال فرشته نگردید. اینا انسان هست، منتها در انسان ها مقایسه کنید که چی بود چی شد. حالا مسئله اول، نجات از طاغوت. این یک نگاهی به خدمات انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاهی گذرا به دهه فجر. یک، نجات از طاغوت. قرآن رو این خیلی تکه داره، میگه یادتون باشه از انجاکم من آل فرعون، انجاکم یعنی نجات دادم شما رو. خب کل دنیا تا الان کشورها بعد از 20 سال 30 سال یکی یکی مثل قذافی و نمیدونم بن علی و یکی یکی حالا یک تکونی خوردن، ما 30 سال از همه دنیا جلوتریم. لطف خدا بود. مسئله دوم، وحدت مردم. مهم بود این وحدت مردم، نعمت مهمیه این. حضرت موسی از کوه طور برگشت، دید یه عده رفتن سراغ گوساله پرستی، برادرش رو توبیخ کرد که چرا؟ گفت انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم دست به عمل انقلاب بزنم بگی بین بنی اسرائیل تفرقه شد. من گفتم ولو یه اقلیتی گوساله پرست باشن بهدنه که اکثریتی تفرقه بشون توش افته. خیلی حرف مهمی است. در رهبری شما الان نگاه کنید، خیلی از کشورها ده ها سال اون میگه او رئیس بشه، اون میگه او رئیس بشه، اون میگه او رئیس بشه. وحدت مردم در رهبری بوده. ابتکارات دیگه، حالا ابتکارات رو من بلد نیستم، شما بهتر من بلده. راجع به ابتکارات بهتره که من حرف نزنم. خود قوای مسلح دیگه از وزارت دفاع بپرسید، از نیرو هوایی، زمینی، دریایی، از سپاه، بسیج، ابتکارات رو بیارن رو کاغذ. چه ابتکاراتی؟ مثلا پزشکی ما کجا بود؟ چند شب پیش میگفت ما در دنیا از نظر علمی 17 کشوریم، قبلا چندمین بودیم تا حالا به 17 رسیدیم. بسیاری از دکترهای ما دکترهای هندی و پاکستانی بودن، یادتون نره. الان از کشورهای خارج میارن پلو دکترهای ما. ابتکاراتی که ثبت شده و ثبت نشده، مهمه اینها. چون انسان گاهی وقتا تلخی ها رو میبینه ولی شیرینی ها رو یادش میره. و ذکر هم به ایام الله، یا ایام القرآنه، ذکر هم یعنی پیغمبر تو تذکر بده مردم، ایام الله رو بگو، روزی که خداوند چه طاغوتا رو چه کرد، روزی که خداوند به مؤمنین چه لطفی کرد. اینا رو آدم باید یادش نره، چون انسان یادش میره. یکی طرف زغال بخره، گفت زغال کیلو چنده؟ گفت مثلا زغال یه نفره اقدر خیلی گرونه، زغال دو نفره ارزوتره.
این مشتری گیج شد، گفت آقا ببخشید زغال یه نفره چیه که گرونه، زغال دو نفره چیه که ارزونه؟ گفت زغال یه نفره وقتی روشن شد تو آخر خودش میسوزه رو قلیون، این گرونه. زغال دو نفره یکی باید قلیون کشه که با تونتون بادش بده، یه لحظه باز دارن بذار کنار خاموش بشه، این ارزونه. حالا ما تو جامعه ما همه زغال یه نفره نیستن، بعضی زغال دو نفره هم. یعنی هی باید گفت یادت نره دام، مثلا راجع به معاد دائما خودمون رو بادمون داده، میری وضو بگیری صورتت میشوری بگو خدا یا صورت مستیان کروز قیامت، دست راستت میشوری ای دارو بخو خدا یا نامه عملمو دست راست بده روز قیامت، نماز میخونی بگو مالک یوم الدین. یعنی همش چون نسو یوم الحساب، قیامت قبول داریم ما، دو تا راجع به قیامت تو قرآن دو تا آیه داریم، یکی میگه لا یؤمن به یوم الحساب، یکی میگه نسو یوم الحساب. لا یؤمنون قیامت قبول نداره، بعضی میگن نه قیامت قبول دارن ولی نسو یوم الحساب فراموش میکنن. ما گاهی وقتا به خصوص ترخی ها و گرونی ها و نمیدونم یه چیزای پیش میاد، خطبازی های سیاسی و سلیقه های شخصی که میخوان با تحمید به مردم بچپونن، اینا چیزای ترخیه. اما شیرینی ها یادمون نره. خب من نمیدونم از کجا شروع کنم، اول از شغل خودم شروع کنم چون من دو تا پست حساس دارم تو ایران، یکی رئیس بی سوادام، یکی رئیس بی نمازا. نهضت سوادآموزی ستاد آقا می نماز، هیچ کس هم احساس وظیفه شهری نمیکنه بیاد کمک کنه. تو انتخابات که میشه مجلس 100 تا 200 نماینده میخواد، 5000 نفر احساس وظیفه شهری میکنه، اما تو این چند ساله یک نفر احساس وظیفه شهری نکرده که بیاد یا تو نماز کمک کنه یا تو زکات کمک کنه یا تو تفصیل کمک کنه. نه نه شغلای من هیچ که احساس وظیفه نمیکنه. چشه مثل پیرزن که هیچ کس خواستگاریش نمیاد، کسی خواستگاری ما نمیاد، همه احساس وظیفه شهری میکنن اونجا. خب راجع به سواد آموزی بگم، تقریبا هرچی میگم تقریبا باشه که یه وقت دروغ نباشه، تقریبا 50% مردم ایران بی سواد بودن وقتی شارف، الان در 12% بی سوادن. ما زیر 50 سال حدود 3.5 میلیون تقریبا بی سواد داریم زیر 50 سال، بالاخره 40% باسواد شد. البته نمیخوام بگیم همش هم نهضت بوده، همه با هم بودیم نهضت هم بی اثر نبوده، نقش مهم می داشته. یه کسی گفتن چرا تریاکی شدی؟ گفت امان از رفیق بعد. بعد خود فکر گفت زغال خوبم بی اثر نیست. حالا ما بی اثر نبودیم، آموزشیای ما زحمت کشیدن. خب پس این ما رو بی سوادی. وقت شما فکر نکنید ما یه آب بابا یاد بدیم، ما الان صدها نفر فارغ التحصیل دانشگاه داریم، اسامیشون هم هستن، صدها نفر از دانشگاه فارغ التحصیل شدن که اینا اول اومدن تو کلاس نهضت سوادآموزی 3 و 4 رو خوندن، بعد این چراغ تحصیل در روحشون شعله کشیده، بعدم رفتن 5 و 6 رو خوندن تا آموزشش رو رفتن راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه تموم شده. ما الان استاد دانشگاه داریم، ما الان آیت الله داریم که به درجه اجتهاد رسیده و از نهضت سوادآموزی بوده، دیپلم که خیلی داریم، مطور لیسانس و فوق لیسانس و اوناش کمن ولی دیپلم خیلی داره. حالا حضرت عباسی یه بی سواد لیسانس یا دیپلم بشه به اندازه یه کارخونه نمیارزه، کارخونه پنیر، کارخونه نم چی. مطور مسائل معنوی جلوش کمه، اسلام خیلی قدر معنویات داره، ما یه خود قدرشو نداریم. بعد نماز چطوره؟ 45-6 هزار تقریبا نماز جماعت تو آموزشگاه بشه، یکی اینا زمان شانه بود در تهران بعضی از مذهبی های مدرسه به قول امروزا غیر انتفاعی، یه مدرسه خودشو درست کرده بودن و از طرف دولت گفتن نه شما باید حجابتون مثل باقی بچه باشه. میدونی چی نوشتن؟ حالا نگم کیه، یکی از دکترهایی که سالها نماینده مجلس بود میگفت، میگفت به شما نوشتیم اعلی حضرت ها، فرض کنید ما یهودی هستیم، یهودی ها تو مدرسه خودشون یه مراسمی دارن،
بذارید منم تو مدرسه خودمون یه مراسمی داشته باشیم، برای نیمه شعبان، برای نیمه فلان. یعنی مسلمان ها در زمان شاه تقاضا میکردن که شاه اینا رو به اندازه یک یهودی برشون آزادی بده. خب یادمون نره. یادم نمیره جمکران که بودیم، طلبه جوان بودم 20 سالم بود، میرفتیم جمکران 10 تا 20 تا آدم بیشتر نبود، جمعیت چند صد هزار نفری کجا بودن. 20 سالم بود رفتم مکه، 5000 نفر از ایران حاجی بود. الان وقتی میگن سهمیه ما 800 هزار تا شده 400 هزار تا، دو سه ساعته پر میشه. درسته گرونی شده، ولی تو گرونی کوچا پر ماشین شده. گاهی وقتی گرونی هم شده، ولی نگو وضع مردم چجور شده، ساخت و ساز کجا رفته، دانشگاه چند تا دانشجو داشتیم، حالا اسمم برم، در یکی از استانا 4 تا لیسانس ریاضی داشتیم. الان در بعضی از روستاهای ما، مثلا نراق یا بخشیه از بخشای دریجان، تازه دریجان شهر متوسطیه، شهر پرجمعیتی نیست، دریجان شهر معمولیه، نراق یکی از شاخهای اونم 4000 تا لیسانس اونجا میتونه پیدا کنی. تو یه بخش 4000 تا، زمان شاه تو یه استان 4 تا لیسانس ریاضی داشتیم. اینا رو باز دادم بگی که بدونید که شما مسئول امنیت هستید، حروم نشدید. یه بچه‌ای به باباش گفت آقا جون تو 1,000,000 داره ثبت نام من دادی، ببین این نمرام 20ه، همش 20ه، پولت حروم نشده. میخوام بگم حروم نشده. البته شهید خیلی دادیم، ولی بالاخره اشرفی ها، صدوقی ها، نمیدونم طباطبایی ها در تبریز، مدنی ها، دست غیب ها، بهشتی ها، مفتح ها، هاشمی نژاد ها، چمران ها، رجایی ها، اردستانی ها، خزرایی ها، فریاد شیرازی ها، خرازی ها، نمیدونم خیلی شهید تو سپاه و ارتش و بسیج و، ولی حروم نشدیم. بیل سابیده میشه، اما وقتی تیز میشه تو براق، اون بالای بیل آهنش کلوفتره. بیل مثلا یه وجب آهنه، یه وجب آهن، اون نوکش سابیده میشه، هی به خاک میخوره، آهنش نازک میشه. گرچه نازک میشه، از آهنش سایده میشه، اما سفید است و براق. بالای بیل آهنش زخیمتره، اما سیاه و زنگ زده. ایران امروز با ایران دیروز فرق، خیلی فرق میکنه. من برای بچه ها میگم، چون احتمال میدم اینو من گفته باشم، ولی خب 30 چند سال تو تلویزیون بودیم، ممکنه بعد حرفام تکرار بشه، یادم نه اینو گفتم اینا، ولی دلم میخواد اینو گوش بدید. ایران که مرگ بر شاه شروع شد، یکی یکی خب مهرهای شاهنشاهی در میرفتن و مهرهای آمریکایی، و یه مهره سنگینی بود خوزستان، بنا بود اینم بر آمریکا. از تهران دست دادن که چون این مهره درشتیه، مراسم رسمی بدرقه کنید ایشون رو، هدیه‌ام بدید از طرف اعلیحضرت سلام برسونید از حرفا. استانداری اون وقت بدرقه میکنه و یه قالی ابرشمینم میده به استاندار، میگه بدید به اعلیحضرت، ببخشید یه قالی ابرشمینه رو استاندار میده به اون، کمک کنید اون شخص آمریکایی، اون مهر دروش، او که میخواد بپره بره پرواز داره، اونم یه جعبه میده، میگه اینو بده به اعلیحضرت. کلامی که من نقل میکنم تو تلویزیون از دادستانه، دادستان هم اسمشو بگم میشناسیدش، یا آخوند فاضلیه، حالا اسمشو نبره. ایشون میگفت این جعبه رو میارن تو استانداری باز میکنن، میبینن آمریکایی که اون قالی ابرشمینه رو گرفت برد، یه جعبه که داده بر اعلیحضرت، تو جعبه مقدار دستمال کاغذیه، منتها دستمال کاغذی مصرف شده، تو مستراح به خودش مالیده. میگه گفتیم بگیم نگیم، خاطر اعلیحضرت آزرده میشه. بالاخره به یه نحوی به افراد دوم سوم گفتن صداش رو در نیارید، که اگر اینها خواستن برگردن تقاضا کنیم دیگه از این بیادبی ها رو نسبت به شاه نکنن. 40 سال از نفت و دلار میدوزن، وقتی هم میخوان برون قالی ابرشمینه میگیرن، دستمال کاغذی نجس به اعلیحضرت میدن. اون ایران دیروز بود. ایران امروز در چه جایگاهیه؟
اگر این طاغوت ها و این حکام و این رئیس جمهورها و پادشاه ها و این قارون ها نباشن، معلوم میشه جایگاه ما در دنیا چیه. یعنی یه مسابقه بزنیم، رئیس جمهور آمریکا برای یه جای، مسئولین ما هم برون، یعنی مردم از کدوم ها بیشتر استقبال میکنن، جایگاهمون، پزشکیمون، صنعتمون، اینا یادمون نره. تلخی ها رو میبینیم گاهی وقتا، مثلا یه وقت حقوق دیر میشه، ما سم الان چند روز از اول ما رفته هنه حقوق ما ندن، حالا در و حقوق میشه یا حقوق کم میشه. خب بله، آدم وقتی در تحریم قرار میگرفت کم میشه، ولی وقتی آدم ببینید، وقتی آدم سکنجبین میپزه میچشه، تا دید ترشه یه خود شکش اضافه میکنه. ما تا دیدیم ترشه اونا هم حساب کنیم، مقایسه کنیم چی بود. حالا مقایسه با گذشته، چند تا طلبه داشتیم، چند تا مهندس داشتیم، چند تا پزشک داشتیم. خب مسئله ولایت فقیه، این ولایت فقیه و این انقلاب برای ما بود. البته ریشه ولایت فقیه در اسلام هست. من براتون بگم، خواهش میکنم به خصوص اساتید دانشگاه، طلبه ها، امام جمعه ها به این آیه توجه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت فقیه، ولایت فقیه در ادیان گذشته. جلوش در اسلام به دست امام خمینی شد، جلوه کرد، اما اصلش بوده. مطمئن مثل معدنی که هست، گنزی که هست، یکی سیمیاد این گنز رو در میاره، امام اومد اینو در رو برد. اما میخوام بگم از او آیه قرآن که می‌نویسم، بذار در روش بنویسم که خاطرتون جمع بشه. یه صلوات بفرستید سوره مائده. سوره مائده آیه 44 از روش بنویسم، از او آیه‌ای که همه بلدند، یعنی خیلی هم فنی هم نیست. مثلا انا بلده دیانچه، ما انزلنا رو هم بلده دیانچه، ما نازل کرده، انا انزلنا تورات، تورات هم که میدونیم کتاب یهودی هست، انا انزلنا تورات فیها هدن و نور، در این تورات هم هدایت هست و هم هدن و نور. خب یحکم به النبیون، یحکمو یعنی حکومت میکنن یا داوری میکنن، به ها یعنی به این تورات حکومت میکنن طبق این تورات، النبیون یعنی انبیا، بعد صفت انبیا رو میگه چنین نشانان دیگه چی؟ و ربانیون و الاحبار، ربانیون احبار دانشمندان. سوره مائده آیه 43، ما تورات را نازل کردیم، در این تورات وسیله هدایت و نوره، حکومت میکنن طبق این تورات، کی حکومت میکنه؟ نبیین. دیگه کی حکومت میکنه؟ علما، یعنی حکومت علما بر اساس کتاب آسمانی. اینو یه ولایت فقیه. ولایت فقیه این چیه؟ با استبداد فرق چیه؟ شاه استبداد داشت، باید بگیم بله قربان. ولایت فقیه هم هستی میگه باید بگیم بله قربان. بله، منتها فرقش اینه که شاه فاسق بود، رو هوسش حرف میزه، فقیه اگر رو هوسش حرف بزنه قابل تقلید نیست. شرط فقیه اینه که مخالفن لهوا. یک نمونه پیدا بشه که فقیهی مرجع تقلیدی این حرف رو هوا و هوسش بود، تشخیص داده بشه که این بر اساس حکم خدا نیست، رو هوس یه حرف بزنه از مرجعیت میفته. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار. سؤال از من، جواب از همه، کدوم سوره؟ کدوم آیه؟ 43. تموم شد. حضرت امیر در نامه 25 نهج البلاغه سه قسمه. قسمت اولش خطبه. خطبه ها بیشتر عقایده، معارفه. وسطش نامه هاست به استاندارا که چجوری حکومت کنید. آخرش کلمات قصار موعظه. عقاید، سیاست، موعظه. تا
تو این نامه ها البته نهج البلاغه 7 برابرش دیگه هم هست، اونی که تو دست مانه 1/7 بعدن آقایون در آوردن که حضرت امیر 7 برابر نهج البلاغه حرف داره، من تا او بنده خدا سید رضی دستش به همین مقدار بیشتر نرسیده. کتابای نوشتن مستدرک نهج البلاغه، یعنی اون چیزایی که سید رضی دستش بهش نرسیده ما چاپ کردیم. توی نامه 77 نامه، نامه 25 نوشتن مسئول زکات، تو که میری زکات بگیری شطور زکات داره، شطورا رو یه جور سوار شو، نکنه یه شطور یه ساعت سوار شه یه شطور 55 دقیقه. یعنی او عدالتی که ما برای انسان ها میگیم حتی عدالت رو حضرت امیر برای حیوان هم گفته. ولیعدل، عبارتشو بخونم، ولیعدل یعنی مراعات عدالت کنن. بین سواحبات ها، سواحب جمع صاحبه، صاحبه حیوانی که سوارش میشی، اون حیوانی که سوارش میشی عدالت. یعنی ما الان میخوایم عدالت رو تو آدما قرار بدیم، دین ما عدالت رو حتی تو حیوان هم گفته. میگه میری شیر بدوشی، همه شیر رو ندوش، یه خوده شیر تو پستون به گوساله بریزه. میخوای حرف بزنی بیا پای حرف بزن، حق نداره رو حیوان که نشسته حرف بزنی. حالا چیز نوی کسی نداره، ما فقط باید مسئله اسلاممون خوب مطرح کنیم. البته خب حالا ممکنه یه عده پا تلویزیون باشن میگن آقای غریتی چرا از مثبتات میگی؟ از منفی ها چرا نمیگی؟ ما توجیه نمی کنیم، ضعف های هست، هیچ توجیه نمی کنیم. این کلمه رو یادگاری داشته باشیم برای همه اینا که نسبت به نظام حرف دارن. همه مردم که یه جور نیستن که. ما حرفمون اینه، میگیم توجیه حماقت است، توجیه حماقت است. یعنی خیلی آدم با دادم احمقی باشه که بگه تو مملکت ما عیب نیست، توجیه نکنید، عیب هست. من تا میتونیم بگیم حالی که عیبه ما دیگه نماز جمعه نمیریم، تو انتخابات شرکت نمی کنیم، ول کن دیگه ما نیستیم. بگیم نه، تضعیف جنایته. نمیتونی بگی حالی که عیب هست پس من دیگه نمیام، تضعیف جنایت است. این همه شهید جمهوری اسلامی مفت که پیش نمیده، یک کودتای درون گروهی نبوده، بدنه امت رفتن جبهه، صدها هزار شهید و جانباز و اسیر و معلول. و وقت بیم همه رو بگیم ما دیگه نیستیم، خب تضعیف نظام جنایت. تکمیل رسالت است، تکمیل رسالت است. حرف ما اینه، تا اینجاش ما اومدیم باقیش هم شما انجام بده. حالا هر که هر ضد انقلاب هم باشه نسبت به این جمله مجبوره بگه راست میگه، شیخ راست میگه، توجیه نکنید. من تو خواهش میکنم عیبم کشید تحقیق کنید، چون گاهی وقتا یه چیزی میگن بارسی میکنی بینی اوتو که میگن نیست، میگن بردن خوردن چی کردن، خب بارسی کنن طوری کنید، وارسی کن. یه وقت وارسی میکنی از بیخ دروغه. توجیه حماقت است، تضعیف جنایت است، تکمیل رسالت. تا اینجا شما دن ادبادشو تو انجام بده. شما منکر که میبینی هر منکر رو یه جوری، ممکنه یه مثلا گردگچ که میشینه رو آستینه با سیلی بلندش میکنی. حالا حضرت عباسی دودم بشینه میشه اینطوری بلندش کرد، دوده نشستم هیچی، هم دست سیاه میشه هم دودا میره فرو، دوده رو بازم چیم، دوده و گردگش هر دو منکره، ولی هر منکره خیلی از فرمول ها اینجا جواب نمیده، جای دیگه جواب میده. میگن یه کسی زن میخواست رفت تو حرم امام حسین، گفت یا امام حسین ما همسر میخوایم، خودت درست کن. خوب که التماس کرد اومد تو حرم تو صحن، یه خانمو گفت که من آماده هستم با شما ازدواج کنم، گفت به امام حسین چه زود حاجت میده. تو نگاه که دیدی خیلی پیره، گفت حسین جون این به درد حبیب ابن مظاهر میخوره. خیلی از طرحهای دانشگاهی ما به درد حبیب ابن مظاهر میخوره. تغییر روش ها، حالا تغییر قالب ها،
ارتش فعال کجا، ارتش دکور کجا، قدرت و امکانات در اختیار کی بود؟ در اختیار فرد بود، الان در اختیار نظامه. نظام تحقیر شده یا کرامت؟ میگفت ایرانی که اصلا نمیذاشتن بعضی از محصولات رو ایران ازش نگاش کنه، از ترس اینه که یاد گیرن. به هر حال انقلاب بگردن ما حق داره، امام بگردن ما حق دارن، شهدا حق دارن، ارتش و سپاه حق داره، تو ارتشیان نیرو هوایی پیش قدم بودن، این افتخاریه برای شما. و سابقون از سابقون اولا اکل باقن. قرآن میگه پولم که میدید لا یستوی من انفق من قبل الفتح، اونا که قبل از فتح مکه پول خرج کردن اونا حسابشون فرق میکنه با اونا که بعد از فتح مکه آمدن انفاق کردن. این در کار خیر باید عجله کرد. در کار خیر میگن حی علی الصلاه، بشتاب. نماز جمعه میگن بدو، فسعو، نمیگن برو، فذهب الی، میگه فسعو با هیجان سری. خدایا تمام کسانی که به گردن ما حق دارن، اول همه انبیا و اوصیا، بعد پیغمبر اسلام، اهل بیت، مراجع تقلید، شهدا، تمام کسانی که با قلم، بیان، خون، مال، بیخوابی، زحمت، تلاش، ابتکار، تخصص، هر کس به هر نحوی به این نظام خدمت کرده، از بازوهای حضرت مهدی قرارش بده، ما را برای اسلام و انقلاب و دین سرباز فداکار و وفادار قرار بده. فداکاری هم کار با آمار نداره. یوسف 10 برادر داشت، بی وفا بودن. امام حسین کربلا 1 برادر داشت، ابوالفضل وفادار بود. آمار مهم نیست، 10 یا 1، مهم اینه که 1 وفادار مثل ابوالفضل، 10 بی وفا مثل برادرای یوسف. خدای ما را بر اسلام سرباز وفادار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت.